بیشتر توضیح بده به ما که انگیزه این کارت از کجا میخوره، چرا انقدر تو دوست داری به جامعت خدمت کنی و امثال ما رو بیدار کنی. میدونم این روزا تو ایران زیاد قوقا کرده، میدونم ببخشید تلفن استودیو، ولی رو آنتن هنوز نتونستم ایشونو بیارم به خاطر مشکلاتی که مشکلات فنی که وجود داره، ولی خب ایشالله که برطرف میشه. بر صورت ما صحبت همونو میکنیم تا اینکه اگه شد صدای قشنگ علی آقا رو میشنویم، اگه بتونن حتی دو کلمه هم برای ما شعری که در آهنگ اولی که خیلی خیلی تمرکزش رو اعتیاد بود. علی جان اومدی رو آنتن؟ عزوز سلام علیکم علی آقای گل، چطوری؟ سلام، حالتون چطوره؟ قربون برم، تلفون رو بگیر خیلی نزدیک علی جان و بلند صحبت بکنم. تمام مدیریت تلویزیون بن قربون برم، خیلی ممنون. میشه خیلی بلندتر از این صحبت کنی؟ صدات خوب بیاد لطفا. بله بله حتما، چون الان اینجا صحبه یه مقداری بله حتما چشم من بلند صحبت میکنم. مرسی، ولی خب یا گیواب نکردی انقدر مصممه پشت مسئله گرفتی که بالاخره موفق شدیم و میخوام تبریک بگم، چون آهنگ تکان دهنده یه واقعا آفرین، همون اولی که گوش کردیم امروز. دوست دارم انگیزت راجع به اون آهنگ بگی و اگه برات امکان داره بگی به چه چیزایی احتیاج داری، چه گونه کمکایی هموطنان میتونن به تو برسونن که بتونی انشالله میوزیک ویدیو درست کنی برای اون آهنگ، و اگر هم حالش داشتی دو کلمه از اون آهنگ برای ما رپ بکنی بخون. بله حتما اختیار داریم. اولا که خیلی ممنون و متشکرم از این که از محبت شما که قابل دونستیم بنده، خیلی ممنونم که در حق من لطف کردیم در درجه اول و قابل دونستیم. بعد این که خب من چون که خودم فکر میکنم خودم مال یه قشر سطح مثلا متوسط جامعه هستم و تمام این چیزایی که توی آلبومی پارسال به اسم تولد دوباره دادم که خب موضوع اصلی این داستان خود آلبومم در مورد اعتیاد بود، من فکر میکنم موضوعی خودم دیده بودم لمسشون کرده بودم یا از نزدیکانم بودن یا خودم باشون دوچار بودم، مثل همون ترکی که پخش کردیم به اسم احقاق هر برمونده کارگره و اون خب اولی که همه اکثر خیلی از دوستان من داشتم که معتاد بودم به نظری و حالا یا بالاخره فوت کرده بودن یا اینکه خیلی هاش پاک شده بودن، این همه برای من درس بود و الگو بود. من بیشتر استفاده کردم از محیط دورفر خودم، یعنی استفاده کردم از همین چیزایی که میدیدم، از دیده هم بیشتر استفاده کردم. بعد در مورد اون آلبوم تولد دوباره میتونم بگم که خب اون 12 تا ترک داشت که به ترتیب هر کدوم یه موضوع اجتماعی رو بررسی میکرد. علی جان صدای منو میشنوی؟ بله بله بله. با چون تو خودت جز بچه های انجمن نیستی، مجبور نیستی گمنامی انجمن رو حفظ کنی، ولی من چون یکی از بچه های انجمنم ازت خواهش میکنم حتی گمنامی انجمن با من یا توی رسانه ها حفظ کن و اسم انجمن رو نیار، فقط بگو جلسات 12 کامل لطفا. و اینکه خودم همیشه یه من نوعی توی کارم استفاده کردم و سعی کردم که خودم رو تو قالب مثلا یه شخص نشون بدم که حالا کارگر حقش خورده شده، یا مثلا یه آدمی که توی ایران خب آزادی بیان نداره یا چیزای دیگه. میدونین اینجا ایرانه با هزاران هزاران مشکلات برای همه، شما اونجا پاک باشین، معتاد باشین، نمیدونم سالم زندگی کنین، قشنگ زندگی کنین، به هر ترتیبی اینجا هزاران مشکلات هست برای شما. یعنی شما بخواین خوب هنر داشته باشین، کار موسیقی کنین، نمیدونم کار نقاشی کنین، بالاخره یه سری مشکلات هست. یه جوری من احساس میکنم مثلا کار کردن تو هر زمینه توی ایران یه مقداری سخته، ولی من تبریک میگم به هر بچه‌ای که این ما کار زیرزمینی کردن، کار زیرزمینیشون هم موفق بوده و هست. و من فکر میکنم برای مثلا بچه‌هایی که همبرده من و همبرده شما هستن، حالا علم موسیقی رفت دارم، موسیقی پاپ یا موسیقی یا هنرهای دیگر رو به صورت زیرزمینی دنبال میکنن، خیلی فشار و سختی هست و فکر میکنم این بزرگترین دستمزد به این بچه ها باشه که حالا مثلا من نوعی مثلا اینطوری خب با این تلویزیون میتونم صحبت کنم و امیدوارم که
این فشاری که روی بچه‌هایی هست که تو ایران دارن کار میکنن تو هر زمینه هنری یه روزی ایشالا که برداشت داشت. علی جان چه نوع کمک های احتیاج داری که بتونی ایشالا اینو به صورت یه میز ویدیو در بیاری؟ والا امکاناتی که لازم اینجا، خب ما که درآمدی نداریم، همه این داستان موسیقی طوری زیرزمینیه. والا امکاناتی که من میخوام، خب یه اسپانسر مثلا خب باشه که ما این کارا رو بتونیم ویدیو بکنیم، خب خیلی خوبه. من حقیقتشو بخواین خودم درس میخوندم، بعد به خاطر همین داستان این موسیقی از دانشگاه اخراج شدم و خیلی دیگه از دوستان این شکلی شدن. ولی خب الان ما یه طوری مایی که حداقل خود منم خودم رو مثال میزنم، یه طوری انگاری که قربانیه موسیقی شده تو ایران باید. و همین که الان شغل مناسب داری و یه جوری من احساس میکنم من و حالا خیلی مثل من که شاید غرور داشته باشن این حرف رو نزنم توی فشارم، خب مسلم اگه برای من مثلا اسپانسر پیدا شه تمام این کارا رو مثلا میتونیم ویدیو کنیم و جای کارهای ضعیفی که نمیدونم عشق و عاشقی باشه حداقل درده اجتماعی زده بشه. علی جان چون وقت کمه اجازه بده بپردازیم به یه مسائلی چون منم فنشی شرقی برنامه هم تموم میشه. یکی این که اولا من میخوام از دوستان هموطنانی که برنامه ما رو میبینن اگر دوست دارن به هر نحوی به علی آقا کمک کنن، اسپانسرشون بشن، با من تماس بگیریم. من شماره علی رو دارم، بهتون میدم که با علی مستقیما تماس بگیریم ببینید چقدر میتونید کمک کنید. و علی جان رو خود منم برای یه مقداری میتونی حساب کنی، بعدا پشت آنتن فردا باید صحبت میکنم بگیم چون من میخوام خواهیش میکنم، نه دوست دارم، میخوام که این آهنگ اولی مخصوصا که بخش کردیم به صورت میوزیک ویدیو بشه. میدونم خیلی میتونه تاثیر هنگفتی روی جامعه بذاره. پس این از این دوستان باید. خواهیش میکنم با من تماس بگیرید که بتونین علی رو کمک کنین یکی از آهنگش که همون اولیانیه بتونین به صورت میوزیک ویدیو به زودی در بیارید. دیگر اینکه یه دوستی دارم به اسم سیامک دولتشاهی، ایشون دوست خیلی خوب منه و خیلی کارهای داوطلبانه میکنه، یک ماه دیگه داره میاد ایران، ایشون فیلم بردار، عکس بردار، ادیتینگ میکنه، خیلی کارا میکنه و حتما تو رو علی جان با ایشون در تماس میذارم که ایشون از کارهای دوربین و فیلم بردار اینا بتونه کمکت کنه. اونم کاراشو مطمئنا خواهش میکنم برای تو به صورت رایگان انجام میده. دوست دارم که اگه میشه آهنگ اولیو که گذاشتم و الکس یا خودت زمزمه کن بخون یا الکس دوباره بذاره، نمیدونم کدومش بهتره. خودم میخونم بخون برای کلا. حالا زمونه گذشته و من پاک شدم مثل قبل تنها هم، ولی مردم دارم، چون که مردم دارن یه فکر غلط از من و همدردام این مرض بدشون میاد، میگن غیرت مرده، غیرت تو زنده ای و غیبت خورده، غیرت دور تو انگل جامعه، همه حرف درست ولی انگل جالبه که با حرف کتک یا دستان در بار بیشتر تحریک شده که دست و پرتاب کنه به سمت مواد و پس تو دریاب من و تنان را عقب و بس کن فریاد به چه بیمار نگاش کن، معتاد مرده جبران خسارت کرد چون که معتاد شد به یه لحظه توجه بیمار گونه، اینم سوال نفهمیدیم اون یه بیمار بود دیگه، معتاد نیستم با هم حرف بزن ازم فرار نکن، ببین پام خستن اعتماد میکنم بهم اعتماد کن، آدم قدری نیستم اینو امتحان کن. آفرین برافو بابا دمت گرم، میدونم نه خواهش رو خیلی خوب بود الکس، هم خوشش اومد خیلی آمده نبودم مذارت میخواهم همون الکس خوب نبود یک سال و نیمه پیشه و اینکه این آلبوم رو من از کمپانی خودم که یک کمپانی زیرزمینی به اسم پاس آزاد میوزیک و یک کمپانی زیرزمینی توی ایران هست اینو من منتشر کردم و یک سال و نیمه پیشه، یعنی خب این کار آماده نبودم، خیلی معذرت میخوام. نه خیلی خوب بود، من که لذت بردم چون وقتی با موسیقی هست آدم یه جور دیگه لذت میبره، حال میکنه به قول معروف، وقتی که خود کلمات میگی یه جور دیگه برای من خیلی بیشتر مفهوم میکنه وقتی که میگی، الان خیلی برام بیشتر قابل درک بود حرفایی که توی موسیقی میشه وقتی گفت. آفرین، دست درد نکنه، به تبریک میگم علی جان، ایشالا هفته های بعد یا یه ما دیگه دوباره میخوام بیارم رو آنتن و دوباره اینو برای ما بخونی، اون دفعه دیگه از حفظ قای کن همش از اول تا آخر برامون بگی، ایشالا خبرهای خوش برای ما بیاری که دفعه بعد که میره آنتن کسانی پیدا شدن یه 4-5 نفری مثل خود بنده الکس، الکس هم ماشاءالله وضعش خیلی خوبه، الکس هم مطمئن هم بهت کمک میکنه و چهت بچه های دیگه انقدر وضع کمک بهت رسیده که بیایی رانتین بگی که بله آماده
که میوزیک رو شروع کنیم با امید پروردگار و یه روزی برای ما بفرستید. قربونت برم علی جان، خیلی ممنون زنگ زدید. خیلی ممنون به امید، باید در تماس خواهم بود. خواهش می‌کنم. خیلی خوشحال شدم. مرسی که وقتتون رو به من دادین و من قابل دونستین. با این حال که من امروز اصلا آماده نبودم، ولی خیلی ممنون. مرسی. ان‌شاءالله که بتونم فقط خدمت کنم دیگه. قربونت برم. خیلی ممنون. خداحافظ. بس اینم علی گل ما که یک همچین آهنگ قشنگ تکون دهندهی به اسم تولدی دیگر، نه تولدی دوباره، ببخشید. من یادم رفت به علی بگم که یه سازمان خیلی خیلی پرمحتوا و تاریخی هم در ایران هست به اسم تولدی دوباره که 14-15 سال الان عمرش، دوست عزیز ما فوهر بنیانگذاری کرده، الان بیش از 97-8 شعبه دارن در شهرستان‌های متفاوت ایران. و جناب علی با این رفع خیلی قشنگت، اگه فرصت هستش الکسیون اون اولین آهنگ دوباره بذار که با اون ما خدافظی کنیم، اگرم نیست انشاءالله دفعات بعد این کار هستش. دمت گرم. بس میریم که این آهنگ